بلومبرگ، آمریکا در پی قطعنامه شورای حکام برای فشار بر ایران است. ادامه اعتراضات و اعتصابات بلوچستان، کشته شدن معترضان. کاندیداتوری علی مطهری در انتخابات 1400 به امید مهربانی شورای نگهبان. برجام، بایدن عجله ندارد تا انتخابات خرداد ماه صبر می کند. لباس بومی سفیر جدید غنا در ایران طی دیدارش با روحانی جنجال آفرید. درود همراهان، ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی می کند. توجهتان را به ادامه خبر جلب می کنم. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد آمریکا در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال جلب حمایت کشورهای دیگر برای تصویب یک قطعنامه پیشنهادی برای افزایش فشار بر ایران به دلیل تشدید فعالیت‌های هسته‌ای این کشور است. بلومبرگ نوشت دیپلمات‌های آمریکا سندی را توضیح کردند که نارضایتی و خواسته‌های این کشور خطاب به ایران در زمینه همکاری کامل با بازرسان آژانس را نشان می‌دهد. قرار است شورای حکام هفته آینده در وین تشکیل جلسه دهد تا به بررسی گزارش بازرسان آژانس درباره افزایش تولید سوخت هسته‌ای و کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده ایران بپردازد. بلومبرگ نوشته سه صفحه از این سند را مشاهده کرده که حاکی از قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر نگرانی شدید درباره یافته‌های آژانس تأکید می‌کند و دغدغه‌های در حال افزایش درباره همکاری ایران را نشان می‌دهد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده، بلومبرگ گزارش داد دو مقام اروپایی دریافت این سند را تایید کرده و گفتند در حال مطالعه محتوای آن هستند. جلسه هفته آینده شورای حکام می تواند آزمایشی اساسی و زود هنگام برای راهبرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران باشد. در سندی که بلومبرگ منتشر کرده تاکید شده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این مسئله را روشن کرده که اگر ایران به تعهدات برجام بازگردد، آمریکا نیز همین کار را خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گزارش داد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران برای اولین بار در 8 سال به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح نزدیکتر شده است. این گزارش همچنین به ناکافی بودن توضیحات تهران درباره ذرات کشف شده اورانیوم با سابقه چند دهه‌ای در شماری از سایت‌ها اشاره می‌کند. اکنون به نوشته بلومبرگ، نوع واکنشی که آمریکا در پی کسب همراهی سایر کشورها برای آن است، مبتنی بر پیشنهاد افزایش فشارها بر ایران است. در بخشی از متن آن اشاره شده جهان برای مدت هاست که می‌داند ایران در گذشته به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. فعالان بلوچ از گسترش اعتراضات و اعتصابات سیستان و بلوچستان بعد از کشته شدن سوختبران توسط نیروهای سپاه خبر می‌دهند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران ابراز نگرانی کرده و مولانا عبدالحمید خواستار حفظ آرامش شده است. کمپین فعالین بلوچ مطابق اطلاعات دریافتی از کشته شدن شماری از شهروندان بلوچستان در اعتراضاتی خبر داده که از زمان تیراندازی به سوختبران سراوان در روز دوشنبه تا کنون ادامه دارد. به گفته این کمپین، اعتراض‌ها بعد از واقعه دوشنبه 4 اسفند به سراسر استان سیستان و بلوچستان کشیده و اینترنت نیز به صورت گسترده در این مناطق قطع شده است. طبق اخبار منتشر در شبکه‌های اجتماعی و اظهارات فعالان بلوچ، اعتراضات به مناطقی مانند ایرانشهر، قلعه بید، شورو، زاهدان، سرجنگل و میرجاوه نیز سرایت کرده است. همچنین اعتصاب کسبه و اصناف که از روز دوم ناآرامی‌ها شروع شده بود در شهرهای ایرانشهر، زاهدان ادامه دارد. کمپین فعالین بلوچ از گسیل نیروهای امنیتی و ضد شورش از استانهای همجوار به شهرهای بزرگ این استان خبر می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که در ادامه اعتراضات دست کم چند شهروند معترض جان باختند. دوشنبه هفته جاری نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان و در نقطه مرزی ایران با پاکستان به سمت گروهی از سوختبران تیراندازی کردند که به کشته شدن و زخمی شدن شماری از آنها انجامید. در پی این اقدام عده‌ای از مردم سراوان مقابل فرمانداری اجتماع کردند و وارد آن شدند. بعد از آن شهر به حالت امنیتی درآمد و طبق گفته کمپین فعالین بلوچ نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و با گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی به رویشان آتش گشودند. بعد از آن مردم به سوی مرکز سپاه پاسداران در شهر هجوم بردند که گفته می شود با تیراندازی نیروهای سپاه دست کم 37 نفر کشته و زخمی شدند. برخی آمار کشته‌ها و زخمی‌ها را حدود 50 نفر اعلام کردند.
علی مطهری مدعی شده که دوری از صندوق‌های رأی مشکل کسی را حل نمی‌کند و از حضور خود در کارزار انتخابات 1400 خبر داده است. او از شورای نگهبان هم درخواست کرده مقداری مهربان‌تر با کاندیدها برخورد کند. انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری در ایران روز 28 خرداد برگزار می‌شود. به رغم آنکه تا زمان برگزاری این انتخابات کمتر از 4 ماه زمان باقی است، شور و اشتیاقی برای حضور در کارزار انتخابات پیش روی ایران مشاهده نمی‌شود. همین موضوع باعث شده است که رهبر جمهوری اسلامی و شماری از مسئولان سیاسی ایران برای گرم کردن تنور انتخابات پا به میدان نهند. علی مطهری که تجربه رد صلاحیت خود در کارزار انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خیش دارد، بار دیگر با حضور در انتخابات سخن گفته است. علی مطهری گفته است که کنار کشیدن از کارزار انتخابات و عدم شرکت در آن مشکلی را حل نمی کند و از گروه ها و احزاب سیاسی درخواست کرده که مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند. او همچنین به شورای نگهبان هم توصیه کرده است مقداری مهربانتر با کاندیداها برخورد کند و کسانی که قانون اساسی را قبول دارند و مشکلی ندارند را تایید کند. مطهری از فشارهای اقتصادی و سختی معیشت مردم در ایران سخن گفته و این مسائل را از جمله عوامل مؤثر در نارضایتی آنان دانسته است. مطهری در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران که درباره رایزنی با شورای نگهبان پس از عدم احراز صلاحیتش در انتخابات سال 98 پرسیده بود گفت: هیچ تلاشی برای رایزنی نکردم. نمیدانم در آن دوران چه شرایطی بود، اما دلیلی برای رد صلاحیت خود نمیبینم. روزنامه روسیه کمرسانت در گزارش از آمادگی واشنگتن برای گفتگو با رژیم تهران خبر داده است، اما نوشته به نظر می‌رسد که علاقه‌ای به سرعت بخشیدن به این روند ندارد. این روزنامه نوشت کارشناسان نزدیک به کاخ سفید و حزب دموکرات می‌گویند که از دید جو بایدن و اطرافیان او تهدید رژیم ایران به تعلیق تعهداتش در قبال اجرای پروتکل الحاقی دیگر امری فاجعه‌بار قلمداد نمی‌شود. به نظر می‌رسد دولت بایدن خود را برای مواجهه با وضعیتی که به طور موقت رژیم ایران پروتکل الحاقی را رعایت نکند آماده کرده و صحبتی درباره توافق فوری مطرح نیست. در عوض پیشنهادهای برای به تعویق انداختن بحث درباره برجام و موکول کردن آن به پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات در ایران وجود دارد. زمانی که آشکار شود چه کسی رئیس جمهور بعدی خواهد بود و توافق با چه طرفی و چه دولتی ضروری خواهد بود. این روزنامه روسی در ادامه می افزاید حکومت ایران اما به شدت نیازمند لغو تحریم ها است. حسن روحانی ترجیح می دهد با آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد نزاع و اختلاف نظر نشود و با آمریکا در مورد روش های بازگشت همه طرفین به برجام توافق کند تا تحریم ها لغو شده و فشار از روی تهران برداشته شود. حکومت ایران در تمامی حوزه ها به لغو تحریم ها نیاز دارد، چرا که در اوضاع اقتصادی مناسبی نیست. پوشش لباس بومی اریک اسو بواتنگ سفیر جدید غنا دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران باعث جنجال در رسانه‌های خبری ایران شد. برخی از رسانه‌های ایرانی ضمن پوشش خبری این دیدار پوشش لباس بومی سفیر غنا را پوششی عجیب توصیف کردند، اما در مقابل بسیار از کاربران از نوع پوشش خبری رسانه‌های ایران انتقاد کرده و نوع لباس سفیر غنا را یکی از روش‌های حفظ اصالت بومی کشورش نامیدند. برخی منتقدان نیز به نقد لباس حسن روحانی رئیس جمهور ایران پرداخته و آن را لباس بومی ایران ندانستند. این منتقدان گفتند ایراد اصلی که بر لباس روحانی وارد است و آن را از لباس بومی سفیر غنا عجیب تر می کند این است که لباس جناب روحانی هیچ تطابقی با هیچ کدام از لباسهای بومی، سنتی یا محلی مناطق مختلف ایران ندارد. برخی از کاربران با انتقاد از کسانی که بر سر نوع لباس سفیر غنا ایراد گرفتند نوشتند که نوع پوشش لباس سفیر غنا بومی و سنتی است، در حالی است که پوشش لباس حسن روحانی رئیس جمهور ایران ریشه در لباس بومی یا سنتی ایران ندارد. گفتنی است که مردم ایران در مناطق مختلف این کشور به دلیل تنوع قومی لباس‌های بومی مختلفی دارند، اما محدودیت‌هایی که اغلب در خارج از چارچوب قانون اداری ایران توسط مسئولان غیر بومی تحمیل می‌شود، مانع پوشش لباس محلی در محیط کاری قومیت‌ها شده است. از نظر قانونی هیچ مسببه یا قانونی برای منع پوشش لباس محلی در قانون اساسی ایران وجود ندارد، اما این ممنوعیت‌ها در راستای سیاست مسئولان غیر محلی که اغلب نگاه امنیتی به مناطق قومی دارند اجرا می شود. این مسئولان اغلب کارکنان اداره ها در مناطق قومی را به پوشیدن لباس رسمی یا به عبارتی کت و شلوار اروپایی مجبور می کنند. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.